سرخط تازه ترین و مهمترین خبرها ایش چی؟ اگر دوستم مرد است حالا به افغانستان بیاید. میدانم مرد نیست، فقط یک خائن است که از مردم استفاده می کند. بانک مرکزی شماری از کارمندان را در حال انتظار قرار داد. عفو بین ملل خواستار لغو محدودیت ها شده است. به نام خدا و با تقدیم سلام به مجموع خبری چینل یوتیوب وان سمارت خوش آمدین. خواهش میکنیم تا آخرین ویدیو با ما بوده و نیز چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. مشروع خبرها: عفو بین ملل خواستار لغو محدودیت آموزش دختران از سوی طالبان شد. افق می نویسد سازمان عفو بین ملل می گوید که طالبان دختران بالای 12 سال را از رفتن به مکتب منع کردند. این سازمان از طالبان خواست که به دختران اجازه آموزش بدهند. بخش جنوب آسیای سازمان عفو بین ملل امروز دوشنبه 4 دلوه از نقض حقوق زنان و دختران توسط طالبان ابراز نگرانی کرده و گفته است که طالبان باید مکاتب دختران را بازگشایی کنند. این سازمان گفته است که از تعطیلی مکاتب دختران در افغانستان 129 روز می گذرد. اما طالبان با وجود فشارهای جهانی زنان را از دسترس به حقوقشان از جمله حق آموزش محروم کرده است که این کار از نظر این سازمان آینده تحصیلی دختران را از بین میبرد. عفو بین ملل بر استادگی در کنار دختران افغان تاکید کرده و گفته است که باید از طالبان خواست تا مانع آموزش و تحصیل دختران افغان نشوند. این سازمان محدودیت های طالبان بر آموزش دختران را محکوم کرده است. در همین حال یک عضو این سازمان نیز گفته است که در نشست اسلو آموزش دختران باید یک پرسش مهم باشد و از طالبان در آن نشست تضمین گرفته شود که ممنوعیت تحصیل و آموزش دختران را حذف کنند. این در حالی است که پس از روی کار آمدن طالبان دختران بالای 12 سال در اکثر ولایات از رفتن به مکاتب محروم شدند. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با آسوشیتد پرس گفته بود که در سال جدید تعلیمی تمام مکاتب دختران باز خواهند شد. اما فعالان حقوق بشر به تعهدات طالبان در مورد زنان و دیگاه شک نکردند و معتقدند که به تعهدات طالبان اعتماد ندارند. در همین حال خبرگزاری وجب در روی صفحه رسمی فیسبوک خود چنین می نویسد: احمد ایشچی: اگر دوستم مرد است حالا به افغانستان بیاید. میدانم مرد نیست، فقط یک خائن است که از مردم استفاده می کند. دوستم در دوره جمهوریت کاسلیس اشرف غنی بود، شعار می داد، در عمل هیچ چیزی نمی کرد، فقط مردم را خوشحال می ساخت. احمد ایشچی چلنج برای مارشال عبدالرشید دوستم گرفته شده از خبرگزاری وجب. در همین حال بانک مرکزی شماری از کارمندان را در حال انتظار قرار داد. بانک مرکزی اعلام کرده که با توجه به اصلاحات اخیر تعدادی از کارمندان نمایندگی های زون های صاحبی خود را به حالت انتظار و معاش قرار داده است. این بانک امروز دوشنبه 4 دلوه در رشته تویتی نوشته است که این تصمیم با در نظر داشت اصول اداری و تعهد این بانک نسبت به حفظ ظرفیت های مسلکی برای قرار دادن این کارمند در پست های خالی صورت گرفته است. طبق اعلام بانک مرکزی این کارمند پس از ترتیب و تنظیم فهرست دقیق و اخذ مصاحبه از آنها با توجه به تسهیلات عالی، تجربه کاری و مهارت های مسلکیشان در پست های خالی قرار داده خواهد شد. بانک مرکزی افزوده است که بیشتر پست های خالی در افغانستان بانک تحمیل گردیده و سستگی در امور و اخلال وظایف متناسب با شرایط و امکانات در دسترس جلوگیری شده است. این بانک تقریر است که با روی دست گرفتن این روند از انفکاک و هدر رفتن ظرفیت ها و توانایی های موجود در این بانک پیشگیری شده و تقویت و پیشرفت امور انجامیده است. این در حالی است که پس از روی کار آمدن طالبان بسیاری از کارمندان در ادارات و نهادهای دولتی بیکار یا اخراج شدند.
یکی از این کمیته بین المللی نجات گذار زاده بود که با روی کار آمدن طالبان بیش از 1 میلیون نفر در افغانستان بیکار شدند. این کمیته گفته بود که زنان در حکومت پیشین سهم 21% در ادارات دولتی داشتند. اکنون بیشترشان کار خود را از دست داده اند. در همین حال انصراف نرگس نهان از شرکت در نشست اسلو با طالبان. وزیر پیشین وزارت معادن و پترولیم افغانستان از شرکت در نشست اسلو انصراف کرده و گفته است که گروه طالبان در گفتگوها حسن نیت ندارند. با گزارش اسپوتنیک با نقل از آماج، نرگس نهان وزیر پیشین معادن و پترولیم افغانستان درباره شرکت نکردن در نشست اسلو گفت در 6 ماه کارهای طالبان مبتنی بر وحشت، شکنجه و کشتن بیگناهان و ویژه زنان استوار بوده، بنابراین در نشست اسلو شرکت نمی کنم. وزیر پیشین وزارت معادن و پترولیم افغانستان از طرف دولت ناروی در این نشست دعوت شده بود. تظاهرات گسترده افغانستانی ها در برابر وزارت امور خارجه ناروی. یادآور میکنیم که هیئت گروه طالبان دیروز با یک هواپیمای نروژی برای نشست در اسلو پرواز کردند. امروز در زمان نشست اسلو افغانستانی ها در ضد گروه طالبان تظاهرات را برگزار و این گروه را تروریستی خواندند. مسابقات کونگ فو در کندوز برگزار شد. پول سفر طالبان با هواپیما راه دولتی ناروی را پرداخت. گرفته شده از خبرگزاری رسمی دولت روسیه اسپوتنیک افغانستان. تازه ترین رویدادهای افغانستان و جهان را از صفحه فیسبوک ون اسمارت و چنل یوتیوب ما دنبال نمایید. تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر چنل یوتیوب ون اسمارت را سابسکرایب نمایید. ما برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نشر میگذاریم. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید. اوقات خوش داشته باشید. منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما خواهیم بود. تا درود دیگر. بدرود.